الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بسم الله الرحمن الرحیم. یک روز هم از جد شیشتر بودم، بسیار در چرت و فکر بودم. ناگهان صدا کردم، دعا کردم، گفتم پروردگارا، یا الله، ما در خانه ایت اینجا آمدیم و در اینجا دست و دعا و بارگاه تو بلند کردیم، مرد اون خانه دیگه تان بخوایی. امروز تمام روز درباره می فکر می کردم. تقریبا ساعت های یک بجه دو بجه بیشین بود. کسی که امرو مده اعتکاف بودن کلشان استراحت بودن و بعضی ها تلاوت می کردن، بعضی ها در ذکر مصروف بودن. هوا بسیار گرم بود و حتی در جایی که مشیشته بودم تا اندازه امو روشنی آفتاب هم در داخل اتاق بود، من اجازه نمی داد که درست خواب بکنم. دلم بسیار به سوز آمد. خانه کعبه، طواف بیت الله شریف، صدای حاجی ها که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و ملک لا شریک لک، این صدا اما تو تمام وجود ما گرفته بودن و در چشمایم قطرات عشق سرازیر می شد و به دل خود می گفتم که آیا مرحم خالق متعال به بارگاه خود خواهد خواست؟ آیا حج نصیب هم خواهد شد؟ یا الله، یا رب العالمین، ما در خانه تو آمدیم، مرد او خانه بخواه، بر ما هم عزت نصیب کو که به طرف خانه تو ببینم، طواف خانه تو را بکنم. من هیچ چرت و فکر بودم، تمام روز در ذهن من میگشت مولای سبب سلام عابد. وقتی که داخل دروازه مسجد شد، ناگهان دیدم که به طرف من سیل کرد. با بسیار تعجب وقتی نزدیک میامد دیدم آثار خوشخبری در چهرهش دیده میشه. وقتی شیش دست خدا سر دست من، گفت مبارک، گفتم حج، گفت بله. و امی بود که در یک کاروان با حجاج هم وقت دائما قبول شد و این شد که کار حج ما شروع شد. من هنوزم باور نمی کردم، ولی به رحمت الله باور داشتم. کسی را که او بخواه بالاخره به اونجا می رسه، کسی را بخواه اونجا جای می ده، کسی را بخواه هر وقتی بر از او را روم آسان میگردن، هر وقت رفته میتونه. کسی را بخواه محبتش در قلبش آنقدر زیاد میکنه که گر در یمنی چوبا منی پیش منی، ور پیش منی تو بی منی در یمنی. حتی اگر انسان اونجا هم رفته نتانه و فقیر باشه، بازم محبتی که در قلبش است او تو احساس میکنه که 24 سال با خالق خود است. به هر صورت مهمانی خدا شروع شد. وقتی که فهمیدم که باید به حج بیت الله شریف برم، باید 3 نواد آمادگی بگیرم. 3 قسم آمادگی گرفتیم. یکی آمادگی ایمانی و تقوا، یکی آمادگی تعلیمی و تربیتی،
و یکی هم آمادگی مالی و مصارف خانه و مصارف سفر حج. آمادگی تقوایی بود که ما باید از گناه های سابق خود توبه بکنیم. الهی بد کردیم، توبه کردیم، گناهکار هستم، اشتباهات زیادی از پیشم شده، به مسجد رفته، نماز خوانده و سجده کرده، الهی به مهمانی پیش تو میایم، به مهمانی به خانه تو میایم، به اماکن مقدس میایم، به جاهایی که در هر قسمت از او قدم های رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام گذاشته شده است، در جایی میایم که اونجا جای وحی الهی است، روزی که بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم آیات نازل میشه. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. دوتو جایا در جایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کرده، نماز خوانده، سجده کرده، عبادت کرده، مقام ابراهیم، جایی که اسماعیل ساده شده و ابراهیم علیه السلام، و بالاخره در جاهایی که سعی بین صفا و مروه، سفر مهمانی رب العالمین است. به هر صورت وقتی این مهمانی را شروع کردیم، آغاز کردیم به توبه و نیایش، باید از رابطه خود با خالق خود مستحکم بسازی با توبه، با گریه و با ای که از گناه های سابق خود پشیمان هستم، و با توبه و با سجده انسان میتونه و سجد و اقترب سجده کو به الله نزدیک میشی، توبه کو الله خوشحال میشه. اگر کس میخواه که الله هست بشه تو خوشحال شوه، توبه بکنه. اگر میخواه که محبت خود به خالق خود ثابت بکنه و محبت خالق خدا و محبت پیغمبرش کسب بکنه، مطابقت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه، از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم، از عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. الله سبحانه وتعالی به پیامبرش چی میگه که بگو برشان، قل بگو برشان، این کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین، فتبعونی، اسم مطابعت کنین، تو یحببکم الله، الله شما را دوست میداشته باشن. امی بود که خواستم، تصمیم گرفتم که در هر قدم حج از بدعت ها، از کارهای ناروا، از کارهایی که مشرکین میکردن، از کارهایی که انسان های بیخبر از دین میکنن، بین خود و خالق فاصله ایجاد میکنن، از او کارها دوری کنم و قدم به قدم همون قسمی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حج کرده، همون قسم حج بکنم، با استغفار و با توبه رابطه خود با خالق خود مستحکم بسازم، از طریق مطابقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از طریق توبه و نیایش، از طریق سجده، و بالاخره رابطه خود با مخلوق. چرا نمیشه تنها رابطه با خالق داشت و رابطه با مخلوق قطع یا خراب کرد؟ کسی که حقش خورده بودم به خانهش رفتم، ولی کسی که ظلم کردی حاجی باید امتو بکنه، حق کسی را خوردی، زمین کسی را دعوا کردی، مال کسی را گرفتی، رشوت خوردی، و یا کسی را دشنام دادی، و یا کسی را
هر اشتباهی که از پیشت شده باید بشی او شخص رفته و از پیش از او معذرت بخواهی. که چرا رابطه انسان با خالقش وقت مستحکم میشه که مخلوقات الله از پیش انسان راضی باشه و به این شکل خانه به خانه و منزل به منزل تا ای که معذرت بخواهیم به خاطری که اشتباهی که کردیم، حق کس را خوردیم و یا کس را توهین و تحقیر کردیم، باید از همش معذرت بخواهیم. همو قسم پیش خالق بری که هم توبه از گناه های قبلی به خالقت کردی و هم حق مخلوق با توبه به خالق و ادای حق مخلوق ایره، هم توبه در قسمت مال و ظلمی که کردی و اشتباهاتی که کردی اونجا هم توبه باشم. مشکل دیگه که در حج بر ما پیدا می شد، این مشکل بعضی از دوستانی که می خواستن همراه ما در سفر حج باشن ولی در نیتشان حج به خاطر مخلوق و به خاطر نام و نام کشیدن و خواستیم از او هم خود دور بسازیم. بله خواه سعیسه کی گفت؟ درست است با امان خدا سعیس. سلام علیکم. گوش کو برات، ما بعد اون وقت هم گفتم که اینمی که تو نام قومی گفار میگی که والا به عبدالزاده و بچه کاکا و بچه ماما، اینمی از نگاه اسلامی درست نیست. بخاطر چی از خود نگاه اسلامی درست نیست؟ کنال تو که نمی کارم میکنی فهمیدی؟ همین حج تو خراب میشه، کنال حج تو خراب میشه. بخاطر چی خراب میشه؟ که نیت تو خراب است. گف مرا که قبول نداری؟ تو نمولوی سه بس ما قید پشمالی شم برو برو میرم در اتاق شاید باشه. در اتاق من میرم در اتاق خوزی پرسال میشم با من خود مهنه داری که آلیس بیجاد است. سلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. شکر شکر الحمدلله رزد الله سبحانه و تعالی چی الله وارس اتن خدا نیستن شطور است آلی الله خوب رزد الله سبحانه و تعالی شما خوب است دارا میگه مورس امی مفرمه امی چیز مورس مزایم نشم از خاطر مسئله حج. نام مام برآمده، نام برادرم خون در قره کشی حج برآمده دیگه. خوب شدم ای الحمدلله شد. الان این مردم های ضعیف و بی نام و بی نشان یاد منطقه ما همین عودر عودر زاده کلگی حج رفته بود، یک ما مونده بودیم. همین هر وقت که می آدم وارم میبینم چیز باز خودستانم و آلت کشفش و مختم و ایگپایی که میگیرن تقسیم آدم بخیه کم میه. و دیگه الحمدلله خوب شد. باز میخواستم که خودتان مشوره کنم که چه قسم بریم، چی بخریم، که خود از اینجا چی بریم و از اینجا چی بیاریم. اینو میدونم میخواستم که الله متعال توفیقی مزید براتان بده از اینکه قرآتان برآمده برای ادای یکی از فرایض اسلام و یقینا که این فریضه برای خود یک درسای عظیمی داره در رفتن خود. خب قبل از اینکه اما در دیگه مسائل برات وقت نباشه که اون روید بگویم، تو گپی را گفتی من تکان دادی که او درزادایم رفته بود و مردم ها رفته بود. آقلا مولی سیبم تو که می رفتم بخیه قسم اینه بسیار خوش شدم دفتم برو خوب شده دمی کمی و چیزم پوره شد دیگه انشالله. یک سخن باید متوجه باشه قبل از اینکه هر عبادتی الله متعال انجام داده میشه، از اینکه ما مسلمان هستیم و همیشه معتقد بایستیم که عبادت خاص برای الله متعال می باشد. الله متعال می فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مامور کرده نشده بودن اینمی اقوام سابقه که قبل مسلمانان بودن یعنی امتهای دیگه، مگر به این مامور شده بودن که عبادت یک الله را بکنه و نظام کلیش خالص برای الله بگردانه. از این خاطر ما مامور شدیم، ما می مامور شدیم که عبادت خاص برای الله متعال بسازیم. اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، یکی از جمله دسایس شیطان امیسته که یک تعداد مردمی ما شیطان میگیره امی عبادت عظیمش برباد و هلاک میسازه و امی نظر در پیش خود میگیره که ما میرم مردم برای ماجی سه بگویه، یا ما میرم به خاطر که او درزادا رفته، یا ما میرم که باش کشوفشون بالا شوه. این عبادت به نزد الله متعال مقبول نیست. عمر رضی الله عنه حدیثش است و اکثر محدثین امی حدیث در اول کتابه خدا میاره به این خاطر که نیت صحیح شوه. و
عمر رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها. دی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به امر عظیم اشاره میکنه که اعتبار هر عمل به اعتبار نیت است، یعنی نیت اگر درست باشه. از این خاطر در اینجا دو موضوع خیلی مورد نظر است، یکی است که خالص کردن عمل، یکی است که برای ذاتی که تو عمل انجام میدی او را باید خاص بسازید، یعنی یکی تمیز عبادت است از عادت و یکی تمیز معبود است از غیر معبود. از این خاطر همین عبادت توسط نیت مشخص میشه، یک عمل که انجام میدی اگر تو نیت کردی که این عبادت است برای الله میکنم این عبادت میشه، از عادت خاص میشه. مثل که یک آدم همونطور در آب خودم میپرته یک آدم دیگه وضو میکنه، یعنی فرق است در بین اردو، یکیش عادت است یکیش عبادت است. جنجال برادر ما امرای میکرد همین شو که زنگ آمد که با بیسار خوش ما فکر از جور بوده در درسا شریک شده بوده در از تانی مردم هم برامدیم و چیز نباشی دیگه خونم آمد خیالم برادرم زنگ زد تو خیر شما شد کنیم باز میشه باشون زنگ میزنم. شما کوشش کنید الحمدلله که برادرتان شاید موضوع را شنیده باشه، نیتتان درست بسازید. ما ادامه بدم، تمیز معبود از غیر معبود، عملی که انجام میدی برای الله متعال انجام داده شود. اگر تو به این نیتا میری همه همین مشکلات و محنت هدر میره و هیچ الله متعال حج تا قبول نمی سازه. از او خاطر هر مسلمان وقتی که روی راضی مصرف میکنه می رفت آمد تکلیف جنجال. بله همینجا دمی حدیث به عمر علیه السلام دمی گپ اشاره میکنه و انما لکل امر ما نوا، برای هر شخص همون چی است که قصد کرده نیت کرده، یعنی اگر امی عبادت خدا برای الله گرفته باشه الله اون قبول میکنه، اگر نیکی برای کسی دیگری نعوذ بالله عمل انجام داده باشه او مقبول نیست. پیامبر اسلام مثالا هم تشریح میکنه فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کسی که هجرتش به سوی الله و رسول الله باشه پس هجرتش مقبول است، یعنی معتبر است به خاطر که هجرتش به خاطر الله بود. و من کانت هجرته الى دنیا، سیکو اگر کسی ترک وطن میکنه برای اینکه دنیا را حاصل کنه یوسی به برش میرسه، او امرأت یا مقصدش نکاح یک زن است یعنی که حور به نکاح میکنه، اما چیزی را که اراده کرده اما چیز برش میرسه. پس کسی اراده دنیا را کرده دنیا برش میرسه، اراده نکاح را کرده نکاح، اما کسی که این نیت کرده که وطن ترک کرده که الله از پیشم خوش شد به خاطر رضای الله حرکت کرده این هجرت مقبول است. ولی سه نفر است سفر یکی است، از یک وطن حرکت کرده محنت زحمت همه گپار کلشان یکسان کشیده و در منطقی که رسیده فرق تنها در این کرده که یکیش به نیت ازی رفته که الله خوش شوه الله راضی شوه و نفر دیگه به این نیت رفته که دنیا حاصل کنم، نفر دیگه گفته که زن نکاح بکنم. ما میبینیم که سفر یکی، مدت سفر یکی، محنتا یکی یکسان است، در همه امور سفر یا ایت تفاوتی نداره، اما از یکیش الله متعال قبول میکنه از دیگه نیست. من از دلال متعال این معتبر نیست که محنتی زیاد، تکلیفی زیاد، رنجی زیاد بکشی، این معتبر است که این نیت خالص بکنی و واقعا همین عبادت خالص برای الله متعال بسازی، این مهم است. خصوصا عبادت حج در این هم هر دو قسم عبادت انجام میشه، هم عبادت بدنی است هم عبادت مالی است، در این بسیار مشقت هاست، ترک وطن میشه، قارب باقی میمونه، آدم مسافر میشه، اونجا تکلیف ها را میبینه، پول مصرف میکنه، همه را باید در این مورد بسیار دقیق باشه که عمل خود خالص برای الله متعال بگردانه. انشاءالله شما به این قناعت کردید. الحمدلله مالی است خوب شد به شما آمدم، باور به الله بکنه اگر به من قسم میرفتم هم پولم مصرف میشد هم وقتم ضایع میشد هم از کاروبار میموندم و در زمین الله برای من هیچ شاید اجر و هم پاداش هم نمیداد. الحمدلله خوب شد که ایده فهمیدم که در هر عبادت نیت یکی از عناصر اصلیش است و انشاءالله کوشش میکنیم که نیت خود خوب بسازم و انشاءالله در این سفر دیگه شما هم انشاءالله خبر شدیم که شما هم در این سفر همراه ما هستیم انشاءالله. خوب شد الحمدلله، من اون خاطر خبر شدیم گفت مولوی صاحب میدم گفتم باشیم برم اگر شبه که باز یک جای در یک سفر برابر شیم دیگه خوب شد که از اینجا ما هدفم دیگه بود که یکان مراسم میارم، من چون بلد نبودم که برای شما عزیزم ای که الحمدلله شما تصحیح و
تعلیم یار از همینجا برای ما شروع کرده انشاءالله. الله شما را اجر بده که مراجعه کردین، امروی ما گپایتون شریک کرده. سه قسم توحید داریم. توحید ایمان یک تا پرستی الله متعال که از جمله فرایز عقیده ماست. توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است، توحید اسما و صفات است. مهمترین توحید، توحید الوهیت است. یعنی هر بنده در عبادت خود الله را خاص بدانه و الله عبادت انجام بده. و نزاع و مشکلات انبیاء علیهم السلام با قوم خود بینه می توحید بوده. توحید ربوبیت اکثریت نپذیرفتن که الله خالق است، الله مالک است، زنده است، مرده کننده و زنده کننده الله متعال است. اما مشکل در توحید عبادت بود. با تاسف که امروز اکثر مردمای ما نعوذ بالله نعوذ بالله عبادت خود خالص برای الله نمیگردانه. تو خبر داری که یعنی شرک اصغر که عبارت از ریاست. ریا امیر میگه که من یک عمل انجام بدم به این خاطر که مردم مرا ببینه، مردم مرا خوب بگه. ما خیلی نمیتم نمیده شوق امیر نمیده بر علیه صلات و سلام امت خدا از این بسیار بر حذر داشته که شما از این شرک اصغر خود نگاه کنید که ریا است. بخیر عبادتی تا انشاءالله بسیار با یک اخلاص و صداقت خاص برای الله متعالی عبادت خاص بکنید. شما را جزا دنیا و آخرت نصیب. جزاکم الله. ما خوش شدیم که همچون شما واره برادرای دوست مخلصی ما مراجعه میکنه، سوال میکنه و باز میپذیره، گوش میگیره به سخن الله متعال. خیلی خوب، آن چیزی که ضروریات برای حج است انشاءالله آماده بکنیم. فکرتان بگیره که اینجا چیزای خیلی نمایشداری گپاره شما در نظر نبگیره. انشاءالله ما چیزی که حالا بیزم سفر هستیم باید میشکدم میبینیم حرام شریف میبینیم انشاءالله. الله شما را نظر بکنیم. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. ابراهیم کی په خوان سره نفلو نکړي خاوند رحم وکړي د عجم د سفر ستړی دا خوان کړي بیت الله تور غیلا پر غاړي دلای دا خوان کړي بیت الله تور غیلا پر غاړي دلای دا وګورئ حاجه ما چې موږ لري بری مکه کار طرف کمپنی او نقاش یو نه کوو صلاح بگیریم و سبا دیگه سبا شو بخیر هم دوستا و خاله ایمشان همه و همه ایمشان خوله گیرن بخواییم یک میمونی دوستا را جمع کنیم در شکل خدافیزی و یک میمونی که ما حج میریم و بیدر خونمو مولایی صاحب خودت رفتی بر باز آمدی پس بر من شروع کردیم مولایی صاحب میگه که ریاکاری نکنیم اینه می ریاکاری نیست چی هستن؟ آنی 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 اما روز خود گفتی که مولوی صاحب رفتم پیش شیشتم برای ما به یک زبان گفت که مخلصین له الدین صحیح است که اخلاص بکنین. خودت آمدی همی آیت برای ما خواندی. خب وقتی که اخلاص برای الله هست حالا مردم چی پوشش میگرده که باز گوسفند بگیرم شطور بگیرم مچ میره بگیرم باز مردم خوشحال بشن. خب باز این ریا رو داخل کردی برادر. نه خب مسئله ریا نیست، حالا از مردم میره خم خورده من قسم این از مردم خوردیم از مردم. تو اگه حج به خاطر رضایت الله میکنی کم فقیر مسکین هستی، چهار تا فقیر کمک کردی که اتش میری مثلا علب فلانی چیزه میگه چی تو کمش که برادر خدا خیلی مرا پیش میره که تو دمی 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 سفر تمام روز مردم 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 بی خیلی از این پیش میگه بگو یا الله دمی تو راضی میشه برو در یک چهار تا غریب کمک بکن. یعنی چیزا خیلی به تو ضرور نیست آدم بکنه. حالا خودت گفتی که اخلاص وقتی که بر الله میشه مردم چی میگه مردم خوش میشه خفه میشه. هدف من است که آیا از نگاه شرعی ما مکلفیت داریم نداریم با دوستای خود همت یک میمونی یک گوساله خیراتی که خود پیش تو امروز کنی والا پیش از حج یک میمونی هست باز بسیاری کسا حج رفتن نمیتونن. چرا حج نمیری میگه والا من به خاطر از نمیرم که میمونی کردن نمیتونم، من به خاطر از اینکه باز مثلا میمونا رو چطور کنم مصرف میمونی که از چهار چنده حج میشه نمیل تو یک دونه گوساله رو چند میری میخری 35000 برو اینا رو گوساله بخر ببینم یالا تو مثلا نمیره گرفتی دیگه روزی که دیگه حج رفتن نمیتونه. اینمی که تو اینمی ریاکاری رو میکنی حجت خراب میکنی برادر به خاطر رضایت الله میکنیم. دوستای ما که هست ان شاء الله الحمدلله کل کدام دوست ما هست تو غریب از بیچاره ساقی غریب بیچاره است که کمک میگی برو خفه کرد یک بجیاد بگی یک فیبروغان بگی برش بگی خلاص برو بسیار. امیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نگفته که امو هفت طایفه که مولوی صاحب گفت که هفت طایفه که زیر سایه عرش الله می باشن یکیش کی هستن؟ گفت یکیش کسی است که به دست راست خود صدقه می کنه دست چپش خبر نمیشه خلاص دیگه. قل ان
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله.